18 فروردین ماه 1396 خورشیدی و 7 آوریل 2017 میلادی. باز حکم اعدام برای چند تا جوان مملکت که تو وبلاگشون چیزای خلاف مقدسات و آقایون نوشتن. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به موضوع آزادی بیان در دین. قبل از شروع برنامه موظفم خدمتتون عرض کنم که به روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و اما تقدیمی این هفته، داره نگاه کنین این مثلا پیاده روه، من نمیدونم اون شهرداری چه با این دستفروش های بدبخت اون زور میجیره میزنه میکوشه، پس چرا با این مغازه هایش کار نداره؟ اصلا پیاده رو کو خیابونم گرفتن، هیچ راه عبور نداره، این بره خیابون اون بره خیابون. اینا فکر کنم مایتیلشون میرسه به شهرداری دیجه با اینا کار ندارم و اینا برای چی هیچ کس با اینا کار نداره؟ شما نگاه کنید راه عبور مردمه. سینا دهقان اهل تهران در تاریخ 29 مهر ماه سال 94 زمانی که روزهای پایانی خدمت سربازی خود را در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران در تهران سپری می‌کرد توسط وزارت اطلاعات شهر عراق بازداشت شد. دلیل انتشار پست‌هایی در شبکه مجازی درباره اسلام که مقامات قضایی و امنیتی آنها را توهین‌آمیز قلمداد کردند. دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های سحر الیاسی اهل تهران و محمد نوری اهل عراق هستند. سحر الیاسی نیز در تاریخ 29 مهر ماه 94 در خیابان تجریش دستگیر شد و بعد از یک روز بودن در زندان اوین به زندان مرکزی عراق منتقل شد. خانم الیاسی و محمد نوری با اتهام مشابه توهین به رهبری در دادگاه انقلاب عراق به 16 ماه حبس محکوم شدند، اما محمد نوری به اتهام سب النبی توهین به پیامبر مانند سینا دهقان به اعدام محکوم شد. حکم اعدام این دو در دادگاه تجدید نظر تایید شده. قبلا هم این احکام صادر شده و بعضا اجرا هم شده، مثل مورد محسن امیر اصلانی که نوشته بود با عقل جور در نمیاد که یونس پیامبر بره تو شکم ماهی دریاگردی بکنه. بله اعدام میکنن. چرا؟ چون دین رسمی از نقد و عقل منفصل و مستقل همیشه ترسیده، همیشه تاریخ همه جای جهان، چه دوره کلیسا چه دوره خلافت عثمانی چه امروز ایران حکومت به اصطلاح شیعه، چون بین همه کسایی که وارد چون و چرا با قراردادهای دینی حاکم میشن یک نکته مشترک وجود داره. میگن چیزایی که به اسم تقلید از مراجع در شیعه، انواع سرکیسه کردن مردم به اسم خمس و سهم امام و غیره باز در شیعه، اینا احکام ساختگی فقهی به جای قوانین عرفی هستن. اینا نه تنها اسلامی نیستن، بدترین نوع ستم بر مردم. میدونیم دیگه، از اول انقلاب آیت الله طالقانی هشدار میداد، بعد آمد جلو که آلمان اشاره های خواهم کرد. بذارین چند تا مثال بزنم از بویژه کسانی که متاسفانه سانسور حاکم نذاشته حتی اسمشون رو مردم بشنون. نخست آیت الله ابوالفضل برقعی متولد 1287 در قم. در گذشت آیت الله برقعی رو به غلط شاید اغلب 1370 نوشتن، ولی اطرافیان ایشون میگن سال 72 نیمه شب در منزلش به ضرب چند گلوله کشته شده. آیت الله برقعی از سالها قبل از انقلاب با این دستبندی‌های حاکم بر حوزه‌های علمیه، مخصوصا حوزه علمیه قم، مخالفت میکرد که شرحش به تفصیل در زندگی نامش هست، که برای نمونه در کتاب سوانح ایام که زندگی نامه ایشونه مثلا درباره دهه 40 و اعلام اعلمیت آیت الله بروجردی نوشته است که بروجردی اعلم میشه چون بیشتر از بقیه مراجع پول به طلبه ها میده.
مرجعیت شیعه هم ساختگی میدونست آیت الله برقعی و هم اصولی رو که به عنوان اعتقادات ایمانی شیعه مطرح است. اصولا میگه این شیعه و سنی و فرقه بازی هیچ کدومش ربطی به دین اسلام نداره. یه نامه مینویسه با آیت الله خمینی همون اوایل انقلاب درباره قید مذهب رسمی شیعه در قانون اساسی که البته میدونیم قبل از انقلاب هم بود. نوشته است نویسندگان قانون اساسی نباید به نام مذهب تفرقه میان مسلمین را ابقا کرده و دامن بزنند. نام مذهب در کتاب خدا و سنت رسول نیست. هیچ کدام از ائمه شیعه و یا سنی ادعای آوردن مذهب نکردند. امام جعفر صادق علیه السلام خود را جعفری نخواند و نگفت من مذهبی به نام جعفری آوردم و همچنین ابو حنیفه و یا شافعی نگفتند ما مذهبی آورده ایم. حضرت امیرالمومنین نفرمود من فلان مذهب را دارم. کتاب خدا دعوت به اتحاد کرده و تفرقه اندازان را مشرک خوانده است. رد اعتقاد به چیزهای ساختگی رو آیت الله برقعی از همون آغاز از اصول متعارف دین شروع میکنه. مادر همه بدبختی های ما جهل مردم و غالبا سعی کردن رو اسا زمامداران که مردم رو جاهل نگه دارن، که مردم بیدار نشن، سواری بدن، محله کورا باشه که اگر گفت من خوشگلم کورا قبول کنن، اما اگر چشمشون باز باشه ببینن که خوشگل نیست رسوا میشه. تو محله کورا میشه هر کسی بگه من خوشگلم، اون که نمیفهمن کورا. اما اگر کور نشد بینا شد دیگه هر کسی نمیتوانه ادعای خوشگلی بکنه. الان مملکت ما اینجوره، سابقا هم همینطور بود. یک مشت کر و کور آیا اسلام چیه نمیدونه، هیچ کدوم نمیدونه اسلام چیه. رئیس دانشگاهش نمیدونه، رئیس دانشگاه الهیات آمده یه روز اینجا گفت آقا من رئیس دانشگاه الهیاتم. خودم خیلی بود اصول دین چند تاسوش برخورد خودم بدین همه میدونن. گفتم بله خب بگو. خب پنج تا. گفتم مدرکش چیه؟ رفت تو فکر. خدا گفته پنج تا، نه همچه آیه نداریم. پیغمبر گفته پنج تا اصول دین، همچه حدیثی نداریم. مونتوش معلوم شد رئیس دانشگاه الهیات اصول دینشو نمیدانه. قوم برو قوم پیش آیت الله العظما، هر آیت اللهی که قبول بدید. خب اصول دین چند تا؟ میگه پنج تا. خب مدرک شما؟ خدا گفته کجا؟ پیغمبر گفته کجا؟ نمیدونه. وقتی که بنا شد رئیس دانشگاه آیت الله العظما اصول دین ندانن، ببین اون مملکت چه خرطوخاری خواهد شد، این ملتش چقدر نادانه. آیت الله برقعی میگه این روزخونی ها و تو سر و کله زدن ها و گریه کردن ها همش خرافات است و انحراف از دین. روزخونه گفته عشق تو بیرین داری به تا صبح هم باشه، از سر صبح از سر شب تا صبح سینه ایش ضربه بزن یا عباس میکن. حالا عباس کجاست معلوم نیست. یه دفعه برو ببینی حرف حق چیه، قرآن چی گفته. یه دفعه برو ببینیم برقعی چی میگه. عبدا چرا مقصرن؟ چشم گوششون با کنن هی فوش سنیا. یه دفعه برو ببینیم سنی چی میگه. نباید انسان که همین مقلد آخوند خودش فرمان میکنه دا همه فرقه هم اون یهودی هم همینجوره، نصارا هم همینجوره، هر که تو رو هر راهی از همون به اون گرودار خودش نگاهش بمونه، عقلش رو به کار نمیندازه. این از که خدا میگه عاقلان کیانن؟ اون کسانی که عقلش رو به کار بندازه چیکار کنه؟ یستمعون القول، هر قولی رو بشنوه و یتبعون احسنه. اون کسانی که عقلش رو به کار بندازه چیکار کنه؟ یستمعون القول، هر قولی رو بشنوه و یتبعون احسنه. عقلش رو به کار انداخته،
بعضی ها هست که من خودم چند دار پنج رو آوردن اینجا یه موقع جمع شده اومدم باز رفت دیگه نمیم یه چی باز کنم همون تعصب تعصب جهالتی که دارن میگه اون پیش نماز ما راست میگه آقای برقه دروغ میگه فقط آخوند ما روزخونه راست میگه گفته عشق بیری دوباره بهش تمام دعوا بر سر تعصب است که جهالت می گیره. آیت الله برقی می گفت که این دعاها حکم که البته اصلا می گفت مفاتیح الجنان تناقض داره، مثلا برای مثال عرض می کنم با قرآن مفاتیح الجنان که پر از دعاست، می گفت این دعاها حکم جنبل و جادو رو داره، همش خرافاته و شرک برای کودن نگه داشتن مردم، پر کردن جیب آخوند و دعا نویس و آدم های آویزون به نیروی تولید و سرمایه جامعه، همش هم برای سواری گرفتن از مردم ناآگاه. هم اولو الالباب، این هایی که مردم میخوان سوارشن، سعی و خوششون به اینه که چشم و گوش اون علاقه که سواری میده چشم و گوش با نشه، حرف دیگر را نشنبه، اگر حرف دیگر میگه پالونش کجه دیگه نمیشه سوار شد، پالونش کج شد دیگه نمیشه سوار شد. ما بچه بودیم آخوندان میگوزن فلان کس پالونش کجه، ما نمیدونم دیم یعنی چه، یعنی دیگه نمی چه سوا شد پالونش کجه. در قرآن توضیح میده میگه اگر از این بت پرستا بپرسی خالق آسمان کیه، خدا روزی کی میده، خدا باران کی میده، خدا، همه خیرات از خدا میدونستن، ولی ایرانی ها که قرآن دارن شر رو از خدا میدونن، خیر رو از امام، اینه بدترن که برو به مشهد تو راه مشهد بشکنه پاک میگه خدا هست، مالشو ببرن میگه خدا هست، زیر ماشین بره میگه خدا هست، اما توی هزار نفر زوار یکی تب کرده خوب شده میگه امامزا شفا شد، این بدتر نیست مبترستان. بله آیت الله برقی میگوید زکات به معنی اختصاص بخشی از مال به فقرها، به فقیران جامعه، به نادارا که واجب است و در قرآن تأکید شده، زکات و مردم نمیدن، ولی خمس که اصلا مال مردم خوری و دوزی آخوند از سفره های مردمه از همین مردم گرفته میشه. گروه گروه من سهم امام میدن، سهم امام یعنی چه؟ کدوم امام گفته من سهم دارم؟ پیغمبر سهم امام میگرفت؟ نه. علی سهم 5 سال خلافت کرد، در تمام خلافتش یک درهم نه خمس گرفت نه سهم امام. سیدم منحصر بود به علی و دو فرزندش، به عقیل و مثلا بچه هاش، فاصله کم بودن اون زمان. اگر همه مسلمین میفرستاد علی میگو به علی خمس واجبه بدید، علی میلیارد ها میشد، نگرفت. خلفا هم نگرفتن. عجب، من تاریخ من تعجب میکنم، خلفای بنی امیه همشون پولکی بودن اما نمیدونستن خمسه، هیچ کدوم خمس نگرفت، چون نمیدونستن بیچاره ها که در اسلام خمسه. فهمیدی؟ سادات بنی عباس، خلفای بنی عباس سید بودن، بنی عباس من سیدن، خلفای بنی عباس با اینکه سید بودن، خلیفه بودن، قدرت داشتن، میتونستم بگه یک نفرشون یک درهم خمس نگیره. اونا هیچ خود نه علماشون فهمیدن نه خودشون. علمای حجاز هم من اصلا میگه خمس نگیره. مصر، علمای مصر، یه مصری آمده بود قوم. نگاه کرد تو معصی فیزیانی پر از آخونده، لول میزن از آخونده. پرسید که از من پرسید که آقا این هم خریجونو کی میده؟ بودجه اینا رو بده. بودم خون سهم امام. رفت تو فکر کنم خون سهم امام چیه؟ نمیدونه. اگه رفته نمیدونه. خب روشن است که اینا بدجوری خلاف منافع آخوندهای حاکم است. همونطور که شما برای مثال اگر به وجود امام زمان شک بیارید، با منافع صدها میلیاردی مسجد و چاه جمکران در میفتی قبل از هر چیز.
مشکل اصلی آیت الله برقی جهل است که راحت می شود از جهل مردم استفاده کرد، سوء استفاده کرد برای سوار شدن. عرض کردم بشنوین برمیگردیم. یا مهدی ادرکی، همه جا نوشتم همه چی ادرکی، یعنی چی؟ شعر که خدا باید به داد ما برسه یا مهدی؟ و مهدی کیه؟ چه کار است؟ کجاست مهدی؟ از مهدی راست یا دروغه؟ یا اگه مهدی دروغ برای ما درست کردن دادرس همه ماست و خدا چه کاره؟ خدا بره بکارش. خدا رو بردن جاش یه مهدی موهوم گذاشتن. چرا؟ برای که ملت ما نادانه دیگه. دیروز توی ماشین بسن میرفتن بهش گفتم آقا جان آقا تو نوشتی رو ماشین یا مهدی ادرک نی؟ اون مهدی مگه بشر نی؟ اولا راست مهدی امام حسن هست که از اولاد نداشت. کی به تو گفته اولاد داشت؟ حالا داشت، میخوام ببینم ما شما عقل نداریم. گفت آیت الله میلانی همچی گفته. من چه کار کنم؟ این دنبال آیت الله افتاده، عقلش رو حاضر نی که بره دنبال عقلش. تا میه حرف زنیم که آیت الله هم کی همچی گفته؟ خب ملتی که دنبال عقلش نره، چشماشو باز نکنه، همون گفتم محل کورا. ببینین مسبب این جهل مردم را آیت الله برقی البته حکومت فقها میداند که خرافات و دروغ رو گسترش میده، اسمش هم میذاره ایمان و اعتقاد و تقوا و از این حرف. باز نمیشته که نواب امام زمان حوائج مردم رو همه رو روا میشنن. بابا جان خود پیغمبر حاجت کسی روا نکرد، نواب امام زمان همه رو حاجت مردم روا کردن. که این آیت الله هایی که نائب امام زمان میگن هستیم، که اینا چطور مریض میشن میرن اروپا؟ چرا یه خودشون شفا نمیدن؟ دیگه راست میگن، همش دروغ، همش حق بازی. که این نشد که خب ببینید این حرفا رو مخصوصا یه مجتهد و مدرس حوزه و نویسنده بیش از 100 کتاب به تحقیقی بزنه خیلی خطرناکه. از یه طرف برای حکومت که خودش حکومت امام زمان میدونه، از طرف دیگه برای آخوندهای حاکم بر حوزه علمی قم که مکارمش سه نفرن، مکارم شیرازی، نوری همدانی و شوبری زنجانی، این سه تا که مکارم از مهمترین اوناست. دکون آخوندها تخته میشه اگه جلوشو نگیریم. میرن جوار میزنن برقعی وهابیه تا به اصطلاح نفوذ کلامش و حضورش در بین شیعیان مثلا ضربه بخوره. ببینین هست آیت الله قزوینی نماینده هست آیت الله مکارم شیرازی چه میگه. یک فردی بوده که مطرود حوزه بوده، این از حوزه بیرون کردن به خاطر جسارتی که با آیت الله لزما برودردی داشتن. ایشون رفت تهران اونجا برای شما عرض کنم امام جماعت شد. اونجا هم یک سری چرندیات نسبت به مراجع بزرگان و غیره گفت، از اونجا هم ایشون رو بیرون کردن. ایشون نزدیک 35-36 تا کتاب نوشته در تقویت عقاید شیعه، 38-40 تا کتاب در رد عقاید شیعه. ایشون یه آدم ورشکسته سیاسی بوده و این در اون در میزده با این چرندیات و لاتائلاتی که نسبت به شیعه میباب، خلاصه ممر درآمد یه وجهه از دست رفته آبروی به جوب ریختش رو برگردانه. اصلا که آیت الله العظما آیت شیطان هم نبوده ایشون تا بشه آیت الله العظمای خدا باشه، و ایشون یک فرد مطرود حوزه بوده و حتی فقهای ما فتوا دادن به ارتداد ایشون مثل آیت الله العظما میلانی و غیره. خب دیگه معلومه این دسته بندی ها. آقای مصطفی طباطبایی از پژوهشگران به نام اسلام میگوید که این خیانته که بخوایم نواندیشان دینی رو دربارشون اینجوری که مثلا آقای قزوینی نظر داد نظر بدیم. هیچ وقت ما نشنیدیم که ایشون بگه که من سنیم، من وهابیم. حد اکثر ایشون میگفتش که من داخل این فرقه نیستم، من مسلمانم. از این جهت نباید واقعا اینها رو اینطور جلوه داد و عرض کنم که خیانت به اینها شده به نظر من، اگر بخوایم اینطور تعبیر بکنیم و تفسیر بکنیم. ببینین آیت الله برقی اوائل دهه 60 حدود یه ماهی میفته زندان،
بعد سال 65 با اسلحه کمری بهش سوء قصد میشه، زخمی میشه ولی جان به در میبره. سال 66 در حالی که بیماره باز میبرنش زندان و بیماریش بیشتر اثر همون، یعنی چند ماه بعد از سوء قصد سال 65 میبرنش زندان. 14 ماه اوینه، 6 ماهش انفرادی است. خود آقای برقعی، آیت الله برقعی نوشته است ما که آرزو داشتیم حکومت اسلامی برپا شود و در این راه سالها مبارزه کردیم، اکنون دعا میکنیم که دیگر حکومت اسلامی آخوندی وجود نداشته باشد، زیرا آخوندها معنای اسلام و مسلمانی و حکومت اسلامی را نمیدانند و یا تجاهل میکنند تا منافعشان دچار نقصان نشود. نکته مهم که در صحبت و نوشته آیت الله برقعی فراوانه است اینه که میگه جهالت مردم و حضور آخوند لازم و ملزوم همن. به همین دلیل هم است که به هم کمک میکنن. آیت الله محمد رضا نکونام، متولد 1327 گلپایگان، مرجع تقلید، مدرس سطوح عالی فقه و فلسفه و حوزه علمیه قم، یکی از شاگردان و نزدیکان آیت الله نکونام میگوید، من بذارین عیناً براتون بخونم این تیکه رو، حساسیت نسبت به ایشان همواره وجود داشته و عامل این حساسیت مافیای حوزه های علمیه بوده است. ایشان در سال 68 بازداشت میشوند و برای 2 سال به کاشمر تبعید میشوند. در سال 86 به تحریک آیت الله مکارم شیرازی و بعد از چاپ حدود 100 عنوان کتاب توسط آیت الله نکونام، وزارت ارشاد وقت مجوز انتشارات و مؤسسه ایشان را باطل می‌کند. در سال 90 و مستقیما بعد از چاپ رساله عملیه ایشان توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت می‌شوند. حدود 1 هفته این بازداشت به طول می‌انجامد. در سال 93 به علت تثبیت مرجعیت ایشان و نیز اقبال عمومی مردم در داخل و خارج از ایران به ایشان بازداشت می‌شوند و این بازداشت تاکنون به طول انجامیده است. یکی از کتابایی که آیت الله نکونام نوشته و ممنوع الچاپ، قانون اساسی حوزه‌های علمیه است. از مرجعیت مستقل دفاع میکنه آیت الله نکونام و درباره امر به معروف و نهی از منکر، برای مثال من دارم نکاتی رو عرض میکنم، درباره امر به معروف و نهی از منکر میگه در جامعه اسلامی اصلا نباید کار به جایی برسد که دولت امر به معروف کند. اگر به این نقطه برسیم مغلوب شده ایم. اگر مردم این کار را نکردند یا مردم نخواستند، ما آنجا مغلوب شده ایم. دخالت دولت کار را درست نمی کند. دیگر امر به معروف نیست بلکه اجبار و زور است. یا درباره مثلا بحث داغی که همیشه بین فقها هست، درباره آواز زن ببینید چی میگه. فرقی دیگه دلیل بر حرمت صدای زن نداریم، همون یه صوت المرأت اوره داریم، هیچ چی سند نداره، مزخرفه، اینا هیچ چی سند نداره. منتها ما همون غیبت و تقیه و قربت و عزاداری که داشتیم هی اینا کشش پیدا میکرده. امروز خاک سیاه نشستیم. ببینید دعوای اصلی آیت الله نکونام با حوزه علمیه قم این است که چرا باید هر چی رو که شما فقهای حاکم بر حوزه علمیه قم شما به عنوان فقیه مطرح میکنین، مردم رو به عنوان حکم و به عنوان اعتقاد قلبی بپذیرن. برای نمونه ببینید، بعد از اعلام مخالفت مکارم شیرازی و عده دیگه از آخوندهای حکومتی با فیسبوک و به قول احمد خاتمی فیسبوک، با فیسبوک اصولا فناوری جدید و فضای مجازی اینا، خب باش مخالفت کردن، به ویژه مکارم اومد فتوا داد و اینا. آیت الله نکونام گفت در این مصاحبه، گفت استفاده از اینترنت برای طلبه ها لازم است و من به شاگردانم گفتم حتی اگر فرش زیر پایتان را میفروشید بفروشید و لپتاپ یا تبلت یا کامپیوتر بخرید و سایت و وبلاگ ایجاد کنید و با مردم و جامعه دیالوگ داشته باشید. گوهر نظر آیت الله نکونام که به خاطرش افتاده زندان اینه. گوش بدید. خیلی خطا و اشتباه است که ما خیال کنیم اگه ما ولی داریم یعنی ما سرپرست داریم. خب خودمون چه مشکل داریم در یک کشور اسلامی؟ اگر گفتید ولایت هست یا ولایت فقیه هست یا ولایت حکیم هست، تازه اینم که میگید ولایت فقیه ناقصه، همش ولایت فقیه نیست تو جامعه. میگم ولایت فقیه، فقیه یک محدوده ای داره، حکیم و فیلسوف و عارف و اونها هم ولایت دارن، تا امر به معروف و نهی از منکر اینا هم ولایت دارن. این که دیگه فقیه نیستش که.
حالا یه چیزی رو ما همینطوری از تو کوچه پیدا کردیم، میگیم ولایت فقیه، اینا خیال میکنیم این همه چی هست. اینطور نیست اصلا. اگر اسلام میخواد یک جامعه مدرن علمی بشه که بتونه سیستمش رو به طور علمی در جهان باز کنه، باید حوزه های ما وفور علمی پیدا کنه، از اشتقاق گرفته تا عرض کنم رشته‌جاتی که اصلا نیست تو حوزه ها، مثل اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی. اگر اینا نیاد تو حوزه ها، اینا نه اینکه مونتاژ خارجیش، همین هایی که تو کتاب و سنت هست، همونی که ما به دنبالش هستیم، اگه اینا نیاد ما مندرس میشیم، ما منقرض میشیم. خیالتون راحت باشه، حوزه های ما باید سیکل علمی پیدا کنه. واقعا هی یه مش عربی و فارسی و نمیدونم حدیث های جور با جور و نادرست و بی اساس ای با اینا خودمونو بسازیم، اینا شارژ نمیشه. پس ولایت نه به معنای حمایت، نه به معنای سرپرستی، نه به معنای قرب. حالا من یه دسته از این آیاتی که در قرآن اشاره میکنم که شما ببینید اسلام باید مدر، یعنی باید علمی حرف بزنی. هر چی همینطوری من قهوه خونه حرف بزنی مف نمیاد، اصلا کسی گوش به حرف نمیده تو دنیا. در حال دعوای تجدد و تهجر دیگه. در ادامه آیت الله نکونام تو همین صحبت که میکنه اصلا میاد میگه ولایت فقیه یک اشتباه تاریخی است. اگه ولی تو جامعه مداخله کرد اشتباه کرده، حتی یک فقیهی اگه مداخله در جامعه بکنه خطا کرده. لذا در بحث فقه مفصل داشتیم اینی که میگن فقیه کارش چیه؟ افعال مکلفین رو. مگه تو فضول افعال مکلفین هستی؟ فقیه به معنی فضول نیست. گفتیم 800 سال فقهای ما اشتباه کرد. افعال مکلف، شما چون افعال مکلفین چی کار داری؟ فضول باشی مردم میشی. پس فقیه چی کار میکنه؟ فقیه قالب‌های کلی اجتماعی درست میکنه، میرزه تو جامعه. عرض میکردی شما تو جامعه جاده درست کنی، ماشین و اتوبوس و تاکسی و نمیم شخصی، هر که هر کدوم خواست خودش بره استفاده بکنه. آه برو اونجا سوار شد، آه بیا اینجا سوار شد، آه این کارو بکن. فضولی؟ نمیشناختن دین رو. فقیه فضول مردم نیست، ولی کت خدای مردم نیست. بله دیگه چی بود که من می‌خواستم درباره آیت الله نکونام بگم؟ همین دیگه که در نوروز 96 چند روز پیش آمد مرخصی برای اولین بار، بعد به حکم دادگاه ویژه روحانیت 4 روز پیش برگردانده شد به زندان ساحلی قم. میدانید که دادستان دادگاه ویژه روحانیت همچنان ابراهیم رئیسی است که قرار بشه رئیس جمهور و نایب رهبر. باری سید حسین کاظم‌عینی بروجردی، متولد 1337 در بروجرد، فرزند آیت الله سید محمد علی بروجردی، سال 1350 بعد از اتمام دوره متوسطه تحصیلات جدید یعنی دبیرستان وارد حوزه های علمیه بروجرد، تهران و قم میشه سید حسین بروجردی و محضر درس اساتید این سه حوزه رو تجربه می کند. در اوائل طلبگی ملبس به لباس روحانیت می شود. 20 سالش بوده. نامه ای می نویسه کمتر 18 سالش، 17-18 سالش بوده، چون 20 سالگی می شه امام جماعت. همین سید حسین بروجردی نامه ای می نویسه یکی از نزدیکان آقای بروجردی که اجازه بدین یه تکه شوارتون بخونم.
زندگی نامش. از سال 58 منازعه خود با مذهب حکومتی را در قالب تدریس توحید، منهای خشونت و قساوت آغاز کرد که تا کنون ادامه دارد. در این مدت 3 بار به زندان افتاد. بار اول او را به بازداشتگاه مخفی توحید بردند که قبلا کمیته ساواک بود و چندی ماه در آنجا زیر شکنجه بود و مربوط به دهه 70 است. این بار دوم در سال 80 چندی ماه در بند 209 اطلاعات اوین بود و تحت آزار روحی و جسمی و خانوادگی قرار داشت و مرتبه سوم نزدیک به 11 سال به طول انجامید که ثمره‌اش چندین بیماری سهمگین است که او را فرسوده و فرتود کرده. او هرگز در طول این 11 سال آرام نگرفت و به طور مرتب هفته یک بار اعلامیه و بیانیه و اطلاعیه داده که تماما در مسیر مقابله با روحانیون درباری و دنیا طلب و خداستیز و مردم آزار بوده است. ببینید پدر این سید حسین کاظمینی بروجردی، سید محمد علی کاظمینی بروجردی، یک مؤسسه تأسیس کرده بود قبل از انقلاب به اسم مکتب نور که انتشارات داشت و محل سخنرانی و بحث‌هاش بود و مسجد نور هم البته بود اونجا که میرفت سخنرانی میکرد که علیه حکومت دینی صحبت می‌کرد اون موقع قبل از انقلاب و اصولا خلافت و ولایت رو درست نمی‌دونست. این جملهش معروف شده بود که میگفت امام زمینی و دین ساختگی بی‌معناست و حاکمیت روحانیون و خلیفه‌گری شیعه در تضاد با خداپرستی است. خیلی جا نوشتن اینو. سید حسین کاظمینی بروجردی که الان زنده است و 11 سال زنده بوده، جای پدرش رو از دهه 70 میگیره. خیلی زود طرفدارای زیادی پیدا میکنه. امروز بازار دین کساد است عزیزان، مردم دست دست از اسلام جدا میشن به خاطر اینکه به نام اسلام مردم را مجازات میکنن. کم کم خدا را هم لحاظ کنید. آیا با این نمازی که من میخوانم میشه خدا را نگه داشت؟ آیا امروز در این جامعه ما امنیت برای کسی هست؟ چرا امنیت نیست؟ چون نیاز هست. چرا نیاز هست؟ اگر این مملکت بیچاره است، اگر مملکت توی دست است، چندین کتاب و رساله در رد ولایت فقیه، در رد فقه رسمی، در رد قانون اساسی موجود می نویسه و علیه دین سیاسی که این خیلی ترم مشخصی تو صحبتش، علیه دین سیاسی سخنرانی می کنه. هر پرچمی که قبل از ظهور امام منصوب برافراشته شد و مردم را دعوت کنند او طاغوت است و مردم را به عبادت شیطان میبرد. پیغمبر فرمود من از جنگ داخلی نمیترسم، من از فتنه ای که امت را تیکه تیکه کند نمیترسم، ترس من از این است که یک امامانی پیدا شدند بعد از من که بر اساس قدرت زمامداری کنند. خب خیلی هم فعال بود سید حسین کاظمینی بروجردی، سفر زیاد میرفت، همین حرف رو در جمعیت‌های بزرگ میبرد. سال 85 که طرفداراش انقدر زیاد شدن که دیگه سخنرانی‌هاش تو استادیوم‌های ورزشی برگزار میشد، بدیهی بود که حکومت تحمل نمی‌کنه. انتظامی مملکت در کنار من است، آقای سردار طلایی. من ایشون رو به قضاوت میگیرم چون الان تاریخ دارد می‌نویسم. تمام شما تاریخ، تمام شما خبرگزاری های داخل و خارجی، آقای طلایی در حکومت شیعه، حکومت ملا، حکومت آقایی این طور باید بکنن. من همه جا مردم رو دعوت به صلح و دوستی کردم. جلسه قبلمون که جمعیت بسیاری بود در ایران بی‌نظیر بود، من از نیروهای انتظامی تشکر کردم، ولی صبح زود به منزل یک روحانی مظلوم که سیاسی نیست حمله کردن، این چه جوابی داد؟ من هم میخواید بگیرید به زن و بچه من چرا حمله میکنید؟ رفت رو چرا میشکنید؟ یا حکومت اسلامی بیست و هفت سال قبل مردم گفته بهتن ما خوزهیدی؟ ما قدر بودم به زن و بچه من فحش میدادن. من یک بود سرم تنشون نبود، ولی میگفتن ما از مقامات دستور داریم. امروز مصادف با این به منظر خیلر ما که بر جای تبریک بوده حمله شده خواهر ما رو دستگیر کردن. چرا این فرم میکنید؟ من یه حال میگم فقط بداریم.
هیچ قصد شورش ندارم. حیات اینجوری امروز حمله میکنه برای چی؟ مگه به دنبال مواد مخدر آمده اید؟ شما خیال میکنید مثل کد سرتون بکنید توی دست که نمیبینید الان مردم دنبال سوجن خیستان داشته باشید. حمله میکنم با کمال وقاحت. من آمدم بیرون گفتم من ترس ندارم، من روی نیزه نشستم، من آدم معمولی نیستم که من بدون تبریخ منبر میرم منبر قبل صد و خوزه هزار جمعیت جمع شد، نه روزنامه دارم نه مجله دارم، من تو قبای مردمم. ببینیم بعد از این ماجرا سردار طلایی استعفا میده، همین که الان تو شورای شهر تهرانه. دو ماه مقاومت میشه برای گرفتن، یعنی دو ماه حمله و فلان و مذاکره و برای گرفتن آیت الله بروجردی. رفته آمده نماینده های خامنه ای، نیروهای ویژه نوپو از یه طرف و نیروهای انتظامی از طرف دیگه، تا سرانجام محل زندگی کاظم‌عینی بروجردی رو محاصره میکنه. اهالی محترم محل، بدانید که الان تمام ورودی ها و خروجی های این خیابان و کوچه را بستن تا به ما حمله کنن. بدانید که گناه ما آن است که ما مخالف دین سیاسی هستیم. ما نمی خواهیم به نام خدای باری تعالی به مردم ظلم کنیم. ما نمی خواهیم به نام دین اسلام ملت ایران را نابود کنیم. اهالی محل بدانید گناه بروجردی آن است که با حکومت نمی سازد. چرا چنگ و دندان نشان ملت می دهید؟ این ملت به شما آقایی داد، این ملت به شما عزت داد. شما در کجاها بودید؟ این مردم شما را آوردن در این جایگاه. از خدا نمی ترسید؟ قدرت دارید برای رعیت؟ آن همه نیرو که آوردید اگر به کار می گرفتید، یک نفر معتاد در ایران پیدا نمی شد، یک فقیر گرسنه پیدا نمی شد. می خواهید مرا بکشید؟ با کشتن من مسائل شما حل می شود، بقای شما تضمین می شود. بعد از اون روز که به هر حال ده ها نفر زخمی میشن، کشته میشن، به هر حال بعد از دو سه ساعت جنگ مغلوبه میشه و آیت الله بروجردی رو کشان کشان میارن زندان. بعد از نزدیک 11 سال زندان که بیش از 450 روزش انفرادی بود، اخیراً آقای بروجردی آمد به مرخصی درمانی. تو همین مرخصی بود که یه پیام نوروزی گذاشت در فضای مجازی. دستفشانی و پایکوبی در روز عید با دیدن آمار و ارقام حیرتبار و خفت انگیز و وحشت آفرین نمک بر زخم ملتی است که از زمین و زمان سختی ها و گرفتاری ها بر او باریده و نفسش را بریده. خب در خدمت آقای ابوالحسن بنی صدر هستیم، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر خوش آمدید به صفحه آخر امشب. من به ویژه خدمتتون میخوام عرض کنم که یکی دو تا سوال دارم. به این دلیل خدمت شما آمدیم که از آغاز انقلاب شما در جریان این احکام ارتداد و نمیدونم اعدام ها برای سب و نبی و این داستان ها بودید و خودتون مخالفت هایی کردین. ما دیگه فرصت نداشتیم سخنرانیاتون رو اون موقع پخش بکنیم که همون موقع هشدار میدادید به این موضوع. و آقای برقعی هم، البته آیت الله برقعی هم در خاطراتشون نوشتن که برای شما هم نامه فرستادن برای نزدیکان شما و اطلاع دادن وضعیتشون و جوانان هم بودن و اینها. باری آقای دکتر، اصولا رابطه قدرت سیاسی با دین چیست که شما رئیس جمهور نخستین حکومت شیعه در ایران بودید؟ در واقع عرض کنم که سیاست یه تعریف داره در غرب که میگویند سیاست کوشش است برای به دست آوردن قدرت، نگه داشتن قدرت و به کار بردن قدرت. و به این معنا دین با قدرت هیچ رابطه ای نمیتونه داشته باشه، چون میشه وسیله قدرت، توجیه کننده قدرت. وقتی شد توجیه کننده قدرت، به لحاظ اینکه قدرت
نیازهاش روز به روز تغییر میکنه، گاه ساعت به ساعت تغییر میکنه. این دین هم میباید که مرتب این تغییرها رو توجیه کنه. نتیجه اینکه به تدریج از اون چه که بود که مجموعه از حقوقش که هر انسان دارد، طبیعت دارد، هر جاندار دارد، از اونها خالی میشه و پر میشه از توجیه کننده های قدرت. هم فاجعه کمکنون در کشور ما رخ داده، چیزی به عنوان اسلام محتوایی براش باقی نمونده جز اون چی که توجیه کننده قدرت یعنی ولایت مطلقه فقیه هست که به هیچ قاعده و قانون شرعی خود رو ملزم نمیداند. همون جایی هم که در دقیق خودشون گفتند آقای برقی هم انتقاد کرده، همون را هم نمیتونه عمل کنه و در عمل اونها را هم نقض کرده. مثلا یکی از دستاورده هایی که روحانیت شیعه برای خود قائل بود این که آزادی اجتهاد و مکنون آزادی اجتهاد از بین رفته، برای اینکه اگر یک مجتهدی به این نظر برسد که ولایت مطلقه فقیه از مصادیق شرکت همینطور که آقای منتظری گفت، اون رو اولا سانسور میکنن، ثانیا زندانی میکنن. یک مورد. مورد دیگه آزادی بیان صریح قرآن است، اینکه قولها رو بشنوید، میگوید قول را بشنوید، یعنی هر قولی را بشنوید و بهترین اون رو بر بگذارید. خب در حال حاضر یک نفر داریم که بهش میگن فصل الخطاب، یعنی این آقا اگر حرفی زد دیگر احدی حق ندارد خلاف اون حرف بزند. آقای دکتر، یک جنبه این است که آقای خامنه‌ای اصولاً نظام رو مقدس تلقی میکنن و اعلام میکنن و رهبرش هم همینطور. خب یک جنبه این موضوع، ولی جنبه دیگر که بیشتر مورد نظر بنده است در این بحث این است که حد تقدس کجاست و این که اهانت به پیامبر حکمش چیست، درسته یا غلطه، یا ارتداد حکمش اعدامه یا اعدام نیست، اینا باز میره توی حقوق اسلامی. حد و در دین حد اهانت، حد مرگ یک انسان، اینها کجاست؟ این حد و حدود در قرآن مقدس کلمه تقدیس و مقدس فقط در مورد خداونده، اون هم به این معنای که این منزه هست از مادیت. همین دیگه، هیچ مقدسی وجود ندارد. اینها یک رشته مقدس های ساختگی است که توهین به شخصیت های بزرگی است که اینها پیامبر اسلام، شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب، اینها به اون معنایی که این آقایان میگویند کسی بگه بالای چشم اینا ابروز، این حدش مرگه. باری که خود اونها پیامبر که بهش از بالای بام خاکستر و هزار چیز دیگه میریختن سرش، خود علی ابن ابی طالب بهش ناسزا گفت زنی و خواستن اون رو تنبیه کنن، اجازه نداد، جوابش یه ناسزاست و من نمیدم. امام صادق، خود این آیان میگویند فراوان روایت که کسانی مثلا پر شده بودن، همینجور که این آیان خودشون پر میکنن اشخاصی رو، این داشت میرفت به طرف خونه اون امام که به اون ناسزا گویان داشت میرفت و امام اون رو دید و خیلی به سرا گفت خسته ای و بیاورد این خانه، ازش پذیرایی کرد و بعد هم گفت که اون کسی که بهش ناسزا میگفتی منم، گفت خب شرمنده شد. رفتار خود اونها اینطور بوده،
در قرآن 14 آیه راجع است به ورود و خروج از دین. در یکی از اونها نگفته که خروج از دین ارتداد حکمش هم اعدامه، وجود نداره. اینها رو معروف است به اسرائیلیات، یعنی اون چه از بیرون دین اسلام وارد کردن در دین و در فقه و این شده که کسی ناسزا که یه تبلیغ بسیار بدی است بر ضد پیامبر اسلام و بر ضد دین او، که این همه خشونت و شقاوت و بابت یه ناسزا کسی رو سر می‌برن. شما های دکتر هیچ کدوم در قرآن نیست. خود اون پیامبر و امام هم اونطور رفتار داشتن. اون چگونه است که این گفت کاسه دغدغه‌زا شدن این آقایان؟ ببینید، همین نکته رو شما قبلا گفتین که سب النبی یا اهانت به پیامبر در فقه جرم تلقی میشه ولی در قرآن اینطور نیست. فقه چیست آقای دکتر که با قرآن تفاوت و تناقض داره؟ فقه یه مشکل داره. ببینید، اولا دو شخصیت مهم، یکی صاحب المیزان مرحوم طباطبایی، یکی هم میرزا محمود شهابی که اطوار فقه نوشته. طباطبایی در اون المیزان میگوید، میگه میشه کسی مجتهد بشه لای قرآن هم باز نکنه. آقای مرحوم شهابی میگوید که تمام فقه به 6 آیه استناد میشود، در فقه به 6 آیه، یعنی در واقع فقه ایست بریده از کتابی که پیامبر حتی این آیان روایت هست که گفت که از من هیچی نقل نکنید، هرچه از من گفتم اینها رو نگذارید بمانه، که فقط قرآن بمونه. چون میدونه دخل وارد میکنن دروغ و راست به پیامبر نسبت میدهند و جانشین قرآن میشوند. اینطوری شده که فقه پدید آمده. و چون در رابطه با قدرت تنظیم کنن دیگه رابطه با قدرت بوده، به تدریج اون بریدگی از قرآن خیلی روزافزون شده، جوری که عملا شده دین خالی از حقوق پر از تکلیف. فقه تکلیف مدار است. حالا اگر وقت دارم من یک داستان مهمی رو بگم برای شنوندگان شما. خواهش میکنم، 2-3 دقیقه وقت داریم آقای دکتر، خواهش میکنم. عرض کنم که یکی از روحانیون آمده بود به آلمان، کتاب حقوق انسان در قرآن رو خونده بود و ارتباط گرفت که ما چگونه میتوانیم کاری بکنیم که یک مرجع دینی تصدیق کند این حقوق رو. یک سوال هایی به اصطلاح تهیه شد با اتفاق اون روحانی. به اون رفت در ایران، این ها رو از مرحوم منتظری پرسید و حاصل این سوال جواب شده اولین جزوه حقوق انسان که یک مرجع شیعه در طول تاریخ شیعه انتشار داده. اولین، البته کامل نیست ولی همون مقداری هم که هست نتیجه این به اصطلاح اون گفتگوست و اون عمل مرحوم منتظری. خب این میشه هم چیزی؟ میشه که یک به اصطلاح دستگاه روحانی لاغیت باشد نسبت به حقوق انسان، نسبت به حقوق شهروندی او، نسبت به حقوق جامعه ها، نسبت به حقوق طبیعت، نسبت به کرامت انسان. بله آقای دکتر، هیچ کدام اینا نباشه آخه، این چه جور فرقیه؟ آقای دکتر، از نظر شما، من حالا سوالای فقط تلگرافی ازتون میپرسم، از نظر شما حکومت دینی در هر کجای عالم که باشد نتیجهش فاجعه است، درست عرض میکنم؟ همینطوره، به لحاظ این که گفتم که حکومت دینی ناممکنه، دین دولتی ممکن میشه. همینم با مرحوم منتظری گفتم، بالاخره هم به این نتیجه رسید که همینطوره، به لحاظی که رابطه با قدرت دیگه. بله، قدرت دین رو وسیله میکنه، دین نمیتونه قدرت رو وسیله کنه، غیر ممکنه. برای اینکه قدرت توجیه لازم داره
یا باید دین بکنه یا اگر نکرد میره دنبال یه برام دیگری. دین برای آزادی و استقلال و حقوق منزیستن انسان است، نه برای تصدی دولت. بله. و آزادی بیان چی؟ آزادی بی حد و حصر بیان رو آیا اسلام در نگاه شما میپذیره؟ البته که میپذیره، که گفتم رو صریح قرآن دیگه، قولها گوش بدید، بهترین اون رو پیروی کنید. از این صریح‌تر، روشن‌تر، واضح‌تر نه در صلاحش دینی نیست، بلکه در مرام‌های دیگر هم به این وضوح و به این کمال نیست که هر قولی رو باید گوش داد. جریان آزاد اندیشه ها، در جریان آزاد اطلاعات، در دین که سانسور نمیشه باشه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران. ما متاسفانه فرصت نداریم که، خیلی دلم میخواست ویدیویی که سال 58 داشتیم ازتون که سخنرانی کرده بودین علیه استبداد مذهبی، که اینو من فقط برای اطلاع بینندگان عزیز عرض میکنم که در اون سخنرانی میتونیم بریم، خب همین الان پخش کنیم، بعد آقای بنی صدر از شما خداحافظی میکنیم، اون ویدیو رو هم گوش میدیم که با فاشیسم و استالینیسم مقایسه میکنید. وقتی حاکم میشوند خود رو مقدس میکنند، مثل استالینیسم، مثل بعضی از انواع حکومت‌های مذهبی، برای اینکه جامعه پیروی بکنه از حکومت استبدادی کام، به عنوان ما به ازای استبداد سیاسی برابری اقتصادی رو طرح میکنند. این اختصاص به امروز جامعه ما نداره، اختصاص به دوره استالین نداره، اختصاص به فاشیسم هیتلری نداره. در تاریخ شما ببینید همیشه اینجوره. اما این دروغه. بریم پرده آخر. و به مقتضای پاکی اهل بیت، ما اهل بیت و وجودشون همه برکت میدیم. اما خود روایات شیعه، ما حتی در بعضی روایات داریم که اهل بیت فضولات ندارن و داریم که اصلا وقتی مثلا اهل بیت علیهم السلام میرفتن و مثلا جای برای آقا رسول خدا برای مثلا قضا حاجت بوی عطر پخش میشد و اصلا زمین چیزی رو قرار نمیداد، میبلید که تو چیزی ندید. الله اکبر. شب و روزگار خوش.